جهت چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. عدم اتخاذ تصمیم نهایی توسط حکومت ایالات متحده به انجام تهاجم نظامی بر سوریه و ادامه بررسی گزینه‌ها در این مورد. متحده ایالاتو که دمیشت و افغان محصلین و دویزی ده سهولت او ده افغانستان ده جنرال کنسلگری ده ورزنه کارون و پاک لبه تفصیلی راپور رو گورید. نظر بر افزایش نیازمندی به مواد سوخت در سکتور صنایع و تولیدات افغانستان و تاثیر آن بر اقتصاد این کشور. او په افغانستان کې د منتخب ټیم رامنځته کېدو لپاره د بیچ یا ساحلي والیبال مسابقې ترسره شوي. د خپرونې په وروستیو شیبو کې یې ګورئ. د آشنا تلویزیون سره اوسئ. بینندگان محترم تلویزیون آشنا سلام. امروز شنبه 31 ماه آگوست سال 2013 می باشد. لینا روزبه هستم. در برنامه این ساعت نظر بر اخبار افغانستان و تحلیل های آن خواهیم افکند و تازه ترین تحولات از سوریه در صدر اخبار این ساعت قرار دارد. برنامه را از استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن با گزارشی از سوریه آغاز می کنم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تا حال برای حمله بر سوریه تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. این واکنش به دلیل حمله‌ای که در آن از سلاح کیمیاوی در سوریه استفاده شده است توسط آمریکا تحت بررسی و غور قرار دارد. اوباما بر روز جمعه گفت که جهان کشتار غیر نظامیان را به هیچ وجه نمیپذیرد. همکارم لیلا حبیب عظیمی را در استودیو با خود داریم تا در مورد تازه‌ترین گزارش‌ها به شما معلومات بدهند. با سلام به شما لینا جان، با سپاس از شما و سلام و درود به بینندگان ارجمند. در آخرین انکشافات روی بحران سوریه گزارش ها حاکی است که کارشناسان سازمان ملل متحد که غرض بررسی روی ادعای استعمال سلاح کیمیایی به سوریه رفته بودند، اوایل امروز صبح شنبه سوریه را ترک و به کشور همسایه آن لبنان عبور نمودند. این گروه پس از گذشت 4 روز بازرسی در محل و تحقیقات خود روز جمعه خاتمه دادند. این گروه کارشناسان نمونه های خون از قربانیان را برای آزمایش با آزمایشگاهی در اروپا انتقال می دهند. سازمان ملل متحد گفته است که سعی خواهد کرد گزارش نهایی از این بررسی را به اسرع وقت منتشر سازد. رئیس جمهور اوباما می گوید استخبارات ایالات متحده گزارش مکمل در مورد حمله اخیر سوریه دارد. وی ابراز داشت: ما نمی توانیم جهانی را پذیرا باشیم که در آن زنان و کودکان و غیر نظامیان بیگناه در پیمانه خیلی وحشتناک مورد حمله گاز سمی قرار گیرند. این نوع حمله نقض بر امنیت ملی و بین المللی به خوبی تثبیت شده می تواند که تهدید باشد برای دوستان و متحدان ما در منطقه مانند اسرائیل، ترکیه و اردن، و این خطر وجود دارد که سلاح‌های کیمیایی در آینده به دست تروریست‌ها بیفتد که ممکن است آن را در برابر ما استفاده کنند. رئیس جمهور اوباما گفت استخبارات آمریکا تا به حال اعتماد کامل به گزارش دارد که حکومت سوریه هفته گذشته یک حمله گاز سمی را پیاده ساخته است. یک گزارش محرمانه ایالات متحده نشان می‌دهد که بیش از 1400 سوری در حمله در نزدیکی شهر دمشق کشته شده‌اند و در آن جمع حداقل 426 طفل شامل است. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت اگر آمریکا در برابر حرکت یک دیکتاتور حرف ناشنو که اسلحه کشتار جمعی را مورد استفاده قرار داده باشد چشم پوشی کند، تاریخ قضاوت فوق‌العاده شدید در مورد ایالات متحده خواهد کرد. این مهم است، زیرا اگر ما انتخاب کرده ایم تا در جهان زندگی کنیم که در آن قاتل مانند بشار الاسد بتواند هزاران نفر را با استعمال گاز سمی از بین ببرد و از مجازات معاف گردد، حتی اگر ایالات متحده و متحدین آن در این مورد هیچ کار نکنند، پس دیگر هیچ پایانی برای آزمون‌ها و حل و فصل خطراتی که از سوی دیگران ایجاد می شود وجود نخواهد داشت، و آنانی که معتقدند که می توانند آن کار را انجام دهند، پس این عمل جریان خواهد یافت. همانطوری که ایالات متحده برای بررسی پاسخ به سوریه آمادگی می‌گیرد، برخی از پناهندگان کرد سوریه در عراق واکنش‌های متفاوت با مداخله ایالات متحده نشان داده‌اند. من فکر می‌کنم بمباران چیزی خوب است. در واقع آنها باید این حملات را مدت‌ها قبل راه اندازی می‌کردند. آمریکا باید این تصمیم را 2 سال پیش می‌گرفت. اگر رژیم سقوط کند، هرج و مرج بیشتر می‌شود، به خصوص اگر آن از طریق مداخله نظامی صورت گیرد.
زیرا بسیاری از عناصر تروریستی در کشور وجود دارد. من فکر می کنم که بهتر خواهد بود اگر راه حل مسالمت آمیز وجود داشته باشد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز برای حل غیر نظامی متوسل شده، اما چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده بر روز جمعه گفت ایالات متحده یک ائتلاف بین المللی را در پاسخ به استعمال سلاح‌های کیمیایی ادعا شده از سوی دولت سوریه با وجود مخالفت قانونگذاران بریتانیایی به هر گونه اقدام نظامی تشکیل خواهد داد. یک عمله احتمالی از سوی ایالات متحده بر سوریه در واکنش به استفاده ادعا شده سلاح کیمیایی در آن کشور وضعیت از قبل متشنج شرق میانه را حساس‌تر ساخته است. الیزابت ایراد، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش فرستاده از قاهره که همکارم تقدیمتان می‌دارد. قتل عامی که هفته گذشته در نزدیکی دمشق رونما گردید، بسیاری مردم را در شرق میانه برآشفته ساخت. اما حمله احتمالی انتقام جویانه ایالات متحده، چه به تنهایی باشد یا با همراهی کشور دیگر، به همان اندازه مردم شرق میانه را نگران ساخته است. جول روبن، تحلیلگر سیاسی، میگوید واشنگتن شاید تا کسب حمایت وسیع در اقدام نظامی علیه سوریه منتظر باقی بماند. ممکن است حکومت امریکا بخواهد به ملل متحد مراجعه کند، بخواهد برای کسب مشروعیت از آن سازمان بین المللی برای تلاش‌های خود تا سطح علامه تایید دریافت کند، ولی 100% واضح نیست که چنین شود. ایالات متحده امریکا در کسب حمایت در سطح منطقه ناکام شده است. اتحادیه عرب که 2 سال قبل حمله نظامی غرب را بر لیبیا منظور کرده بود، در مورد سوریه بر حل دیپلماتیک اصرار دارد. تور بیرن سولتول، کارشناس مسائل سوریه، از طریق اسکایپ به صدای امریکا گفت: معلوم دار تعداد زیادی از اعضای اتحادیه عرب ممکن به گونه غیر رسمی این حملات را حمایت کنند، اما اگر از نگاه ذهنیت عامه در ممالک عرب بنگریم، حملات نظامی امریکا و غرب در شرق میانه هنوز هم بسیار متنازعه و منبع قوی بی‌ثباتی و نارضایتی شمرده می شود. بسیاری از کشورهای شرق میانه از قبل به سبب روحیه قوی ضد آمریکایی در آن با نارامی‌های سیاسی مواجه بودند. یک حمله نظامی آمریکا بر سوریه قبل از نتیجه‌گیری مفتشین سازمان ملل متحد می‌تواند احساسات ضد آمریکایی بیشتر را دامن بزند. همچنان گفته می‌شود که برخی از شواهد تحریک‌آمیز علیه حکومت سوریه از اسرائیل سرچشمه گرفته و این نکته سطح شک و تردید را در منطقه افزایش می‌بخشد. مصطفی لبد، تحلیلگر دیگری از مرکز مطالعات منطقه‌ای الشرق، میگوید: ایالات متحده آمریکا در خصوص عملکرد با کشورهای عرب یک مشکل اعتبار و حیثیت سیاسی را در پیش دارد. عراق متهم به داشتن سلاح کشتار جمعی شده بود و پس از مداخله نظامی همه جهان دید که این یک دروغ بود. وی می‌افزاید که مردم در سراسر شرق میانه در واکنش به آنچه آنها درویی می‌دانند شاید مظاهرات برپا دارند. هیچ ثبوتی در اختیار نیست که نشان دهد سوریه سلاح کیمیایی استعمال کرده باشد. اینکه بشار الاسد دیکتاتور است واضح است، اما شماری از متحدان امریکا هم دیکتاتورند. لبد میگوید فقط یک راه مسئول وجود دارد و آن این که ایالات متحده حمله نظامیش را طور توجیه کند که قصد آن سرنگونی رژیم اسد نمی باشد. تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است که اتهامات دولت سوریه در استعمال سلاح‌های کیمیایی یاوه‌گویی یا مزخرفه مطلق است و اگر ایالات متحده می‌خواهد عملیات نظامی یک جانبه را علیه سوریه آغاز کند، خیلی تأسف برانگیز است. او گفته است که اوباما برنده جایزه صلح نوبل باید ظرفیت قربانیان را در حمله نظامی علیه سوریه مد نظر داشته باشد. این در حال است که فرانسه متحد ایالات متحده حمایت خود را در صورت اقدام نظامی از سوی ایالات متحده اعلام نموده است. لینا جان؟ ممنون و تشکر از شما. اجمالی بود از اخبار و گزارش های مربوط به سوریه. میپردازیم به گزارش های رسیده از افغانستان. امروز شنبه، یک بمبگذار انتحاری در قندهار در نزدیکی یک گزمه پلیس خود را منفجر ساخت که بر اثر آن بخشی از عمارت کابل بانک، چند دکان و موتر تخریب شده است. سخنگوی والی این ولایت بیان می‌دارد که بمبگذار با موتر حامل مواد منفجره باعث انفجار شد، ولی بعداً مشخص شد که وی پیاده بوده است. من از تاکسی خارج شدم و می‌خواستم به داخل کابل بانک بروم که یک مرد و یک موتر را در جاده دیدم.
من بند بوتم را میبستم که صدای انفجار شد. نمیدانم که موتر بود یا مردی که آنجا ایستاده بود. در یک واقعه دیگر، یک عسکر ناتو توسط شورشیان حین جنگ در شرق افغانستان کشته شده است. جزئیات بیشتر در مورد این واقعه توسط ناتو ارائه نشد. همچنان در شام روز جمعه بر اثر انفجار بم طبیعی شده در ولسوالی سنگین ولایت هلمند حداقل 12 غیر نظامی به شمول یک زن کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان رحمت الله نبیل معاون شورای امنیت ملی را به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تعیین کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه اتخاذ این تصمیم را روی هدف پیشبرد امور ریاست عمومی خواند. در گذشته اسدالله خالد ریاست این اداره را بر عهده داشت، اما سال گذشته وی در یک حمله انتحاری به گونه جدی مجروح شد و برای تداوی به امریکا فرستاده شد. قبل از اسدالله خالد، رحمت الله نبیل من حیث رئیس ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ایفای وظیفه میکرد. باسم از افغانستان، اتاق تجارت و صنایع میگوید که روند تجارت افغانستان نسبت به پارسال 35% کاهش یافته است. خانجان الکوزای معاون هیئت عامله اتاق‌های تجارت علت این کاهش را عدم حمایت دولت از سرمایه گذاران میداند. جلال میرزاد خبرنگار تلویزیون آشنا در این باره گزارش میدهد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان علت کاهش تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان را عدم حمایت دولت و افزایش مالیات دانسته می گوید که تا در قوانین سهولت به میان نیاید و فساد در کشور از بین نرود، فرمانهای رئیس جمهور کرزی در حمایت از سرمایه گذاری بیفایده است. تجارت ما از سال قبلی که 35% کاهش یافته، پار سال از 100% کانتینر و 2 میلیارد دلار می گرفتن، علی از 35% که کم شده $1 می گرفت. افغانستان در حال حاضر به گفته این اتاق تنها در بخش تیل 90% تیل مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر وارد می کند که به گفته سرمایه‌داران این رقم سالانه در حدود 3 میلیارد دلار هزینه برمی دارد. شمار از کارشناسان اقتصادی نیز همکاری دولت را در افزایش سرمایه گذاری و استخراج تیل و معادن در افغانستان نیاز جدی می دانند. هر سرمایه گذاری محتاج به یک حمایت است و در حقیقت ما دیر زمان است که از 9 سال به طرف که سیاست حمایتی یا پروتکشنیسم همیشه تلاش میکردیم که روزهای اول مستقیما از جانب دولت رد نشد و حال بستنی کامل از جانب وزارت مالیه پیشکش شد. با این حال شرکت بین المللی کام آیل کار ساخت نخستین تصفیه خانه تیل را یک جا با یک شرکت آذربایجانی در بندر حیرتان افتتاح کرد. این شرکت 5 سال پیش به گونه ابتدایی کار خود را آغاز کرده بود و اکنون با ساخت 2 تصفیه خانه دیگر به گفته مسئولان این شرکت در 24 ساعت 15,000 تن تیل را تولید خواهد کرد. زمره کامگار رئیس شرکت بین المللی کام آیل می گوید که با تکمیل شدن کار این تصفیه خانه ها 30% تیل افغانستان تکافو خواهد شد. برابر توان ما امروز فابریکا سرمایه‌گذاری کردیم. اگر مثلا دولت حمایت کنه ما فابریکات بزرگ میاریم. این امرای حاضری ها مشترک هستند و سرمایه‌گذاریش در حدود 30 میلیون فعلا است و 30 میلیون دلار دیگه که سنگ تاداب گذاشتن در ظرف یک سال مونتاژ میشه. اگرچه مسئولان ایجاد این تصفیه خانه تیل را در تصفیه تیل افغانستان بسیار مؤثر می دانند، اما این ادعای مسئولان را گذشته زمان پاسخ خواهد داد. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، شهر حیرتان. طوری که در گزارش شنیدید، با افزایش صنایع و تولیدات در افغانستان نیاز این کشور به نفت خام و دیگر مواد سوخت رو به افزایش نهاده و حال آغاز به کار ابتدایی تصفیه خانه نفت خام در بندر حیرتان و افزایش فعالیت آن در آینده می تواند تا 30% این نیاز را برطرف سازد. اهمیت رسیدگی به نیازمندی ها برای انرژی و مواد سوخت سکتور صنایع و تولیدات و کمک آن به رفاه اقتصادی افغانستان موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه از کابل است، محترم آقای فریدالله زای، رئیس عمومی مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت و صنایع افغانستان را با خود داریم. آقای شیرزای سلام بر شما، ممنون و تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه گذاشتین. طوری که گفته شده تولید کنندگان مواد مختلف در افغانستان حدود 3 میلیارد دلار سالانه تنها در خرید مواد سوخت وارده به کشور مصرف میکنند. به نظر شما چه تأثیری را بر تولیدات و قیام مواد در افغانستان از خود بر جای میگذاره؟ تشکر. ما اولا سلام خدمت تک تک بینندگان عزیز تلویزیون آشنا در داخل افغانستان و خارج افغانستان تقدیم می دارم. خدا کنه کل اینها دارای سطح کامل بوده باشند.
و ثانیاً باید برای شما بارز برسانم که سالانه 3 میلیارد دلار تقریبا از وطن ما، اسعار ما البته که به خارج فرستاده میشه و از این طریق تیل خریداری میشه، امتی مواد نفتی و گاز، که این یک رقم بسیار بزرگ است که خوشبختانه در این اواخر از طرف یک تعداد تاجران ملی ما، البته که تصفیه خانه در صفات شمال البته که احداث شده که قابل افتخار به تمام مردم افغانستان است و مردم افغانستان به آرزوی دیرینه که باباها و اجداد ما آرزویشان بود به او رسیدن و ما تبریک میگم بر تمام مردم افغانستان که حال از معدنیات افغانستان البته که استخراج میشه و در داخل خود افغانستان تصفیه میشه و این مجدی خوب و نوید خوب به مردم افغانستان تبریک میگم. بله، خب یکی از عمده ترین مصائب یا مشکلاتی که صد راه استفاده از منابع گاز و نفت خام افغانستان از پروسه اداری و فساد اداری ذکر شده. برداشت شما در قبال این موضوع چیست؟ تا چه حد این موضوع مانع مطالعات لازم و بعد بهره برداری از منابع طبیعی در افغانستان شده؟ البته که تا الحال ما میبینیم پروسه بسیار به شکل نرمال و خوب پیش میره. پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قبال رشد سکتوری خصوصی است که سکتوری خصوصی باید بیدرنگ هرچه عاجل رشد کنه، چنانچه که در طول حکومت آقای کرزی در چندین سال که تیر شد سکتور محترم خصوصی تقریبا 3 لک تن ظرفیت ذخیره‌ای همتی نفت البته که اینا احداث کردن که یک از دستاوردهای بزرگ محترم آمد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است. هی نمایندگی از این میکنه که البته که اینجا فساد اداری در این قبال موجود نبوده و میتونن تجاران ملی ما بسیار با حسن خوب با حسن صورت و با یک فضای کاملا اعتماد و اصل این سرمایه گذاری ها را از خود بجا بگذاره، چنانچه که در یه آخر محترم ازمره کامگار رئیس شرکت کامایل که تقریبا 30 میلیون دلار اونا سرمایه گذاری کردن و شرکت محترم غزنفر و شرکت انتراسیا که دستاورد بزرگ است که البته که مردم افغانستان بالای ای تجارهای ما فخر میکنن که مدنیات که از سالهای سال آرزوی دیرینه مردم افغانستان بود هیره. بله، در حالی که اقتصاد و انکشاف و رفاه اقتصادی افغانستان یکی از عمده ترین مسائل در مستقل شدن این کشور در آینده به شمار میره، قابلیت افغانستان در سطح جهان در رقابت دریافت مواد خام سوختی که نیاز داره در برابر کشورهای بزرگ غولها و عیولهای صنعتی مثل چین چطور ارزیابی میکنین؟ فکر میکنین افغانستان بتونه در قبال این موضوعات در جهان رقابت کنه و مواد مورد نیاز خود برای انکشاف بود تولیدات در افغانستان خریداری کنه؟ تشکر. ما البته که از تمام تجاران ملی ما خواهش مایی است که یک چند فابریکه تصفیه نفت و امثال کام آیل و غزنفر و انتراسیا البته که اینا جور کنه و احداث کنه افغانستان رو به طرف خودکفایی میره و حتی میشه که افغانستان از نفتی که تصفیه نفتی که به دست میاره به خارج از کشور نیز هر ارسال کنه، چنانچه که فابریکه محترم زمره کامگار البته که در فی شبانه روز 500 تن تولیدات داره که در یک ماه 15000 تن میشه که خود ما البته که با آیت رهبری البته اتاقای تجارت و وزارت تجارت و صنایع افغانستان اونجا سنگ تدابیر گذاشتیم که محترم زمره کامگار 1000 تن ظرفیت ذخیره‌ای دیگری را در قبال ای که تقریبا یک سال بعد ای جور میشه که در ما که در یک ماه 45000 تن و در یک سال 540000 تن اینا ظرفیت ذخیره‌ای خود بلند میکنه و تصفیه میکنه که یک آمار بزرگ است و یک آمار بسیار قوی است. ماست تماما. بله، ممنون شما آقای شیرزای از معلوماتی که در این عرصه برای بیننده های را دادین. تشکر از حضورتان در برنامه. تشکر از شما. و سوال امروز در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا نیز در مورد آغاز به کار یک تصفیه خانه نفت خام در بندر حیرتان و کوشش در استفاده مؤثر از منابع نفت و گاز افغانستان بود که تعدادی از اعضای صفحه نظریات خود را در این مورد با ما در میان گذاشتند. آقای ولی رحمان عمرزوی از ننگرهار نوشته است کار این گونه پروژه باعث تشویق شرکت های خارجی و فراهم آوردن کار برای مردم می شود. آقای محمد هارون حیران از شهر مزار شریف نوشته است دولت اگر
اگر به صورت جدی امکان استخراج نفت در شمال را بررسی کند، یک اقدام مثبت برای بهبود اقتصاد افغانستان خواهد بود. شما نیز می توانید با عضویت در این صفحه روز نظریات خود را با ما در میان بگذارید و ما آن را در این بخش از برنامه با ذکر نامتان منعکس خواهیم ساخت. آدرس صفحه تلویزیون آشنا را به یاد داشته باشید: facebook.com/voatvashna. و اما از هند، خانواده زنی که سال گذشته در یک بحث مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، محکمه را تشویق به صدور حکم اعدام به متهمین کردند. یک تن از این مجرمین که زیر سن قانونی قرار دارد، به روز شنبه توسط پلیس به محکمه در حال انتقال داده شد که مادر وی خواهان صدور حکم علیه او مطابق سنش گردید. طبق قوانین هند، به دلیل اینکه وی به سن قانونی نرسیده است، بالاترین جزای وی 3 سال حبس خواهد بود. در این واقعه که منجر به مرگ این زن شد، 6 تن شامل بودند که 4 تن از آنان در یک محکمه خاص تحت محاکمه قرار داشته و ممکن با جزای مرگ مواجه گردند و 1 تن از آنان در محکمه مخصوص برای افراد زیر سن قانونی محاکمه می‌گردد و جسد متهم 6 در سلول زندانش در ماه مارچ یافت شد. این واقعه باعث مظاهرات گسترده در شهرهای مختلف هند گردیده بود. گروه نظارت بر حقوق بشر که مقر آن در امریکاست، گزارش سالانه خود را در مورد خشونت و سوء رفتار به نشر رسانیده است. به تفصیل آن در این گزارش توجه کنید. در ماه آگست سال 1963، مردم از سراسر امریکا به پارک ملی واشنگتن برای راهپیمایی جمع شده، تقاضای مساوات نژادی را کردند. تعداد اشتراک کنندگان این گرده همایی غیر قابل انتظار بود. پاداش این همه تلاش ها به کسانی مثل خانم هلنار هولمز نارتن داده می شود که صبح همان روز بر فضای واشنگتن پرواز کرد. می دانستی ببینی که تعداد کثیر مردم جمع شده بودند و برای من این واضح بود که این راهپیمایی موفقانه صورت میگیرد. تلما دلی یکی از کسانی بود که در آن راهپیمایی اشتراک کرده بود. ما حیرت زده آنجا ایستاده بودیم. در پیش روی صف قرار داشتیم و می توانستیم ببینیم که مردم می آیند. با عقب که نگاه می کردیم، چنین به نظر می رسید که واقعا جزء این راهپیمایی بودیم. اما در جمع سخنرانان آن روز زنان وجود نداشت، فقط زنان آوازخوان روی استیج بودند. اما زنان و دختران نقش عمده را در آن روز بازی کردند، مثل داروتی هاید، رئیس اتحادیه شورای ملی زنان سیاه، روبی بریج هال و روزا پارکر. روزا پارکر نام است مترادف با حقوق مدنی. در سال 1955 روزا پارکر از رها کردن کرسی خود در سرویس با یک سفید پوست خودداری کرد و به همین دلیل دستگیر شد. در سال روان مجسمه روزا پارکر در عمارت پارلمان امریکا گذاشته شد. رئیس جمهور اوباما هنگام پرده برداری از روی مجسمه پارکر گفت: در یک لحظه واحد با ساده ترین حرکت او در تغییر امریکا و جهان کمک کرد. تغییراتی که قسمان توسط زنان ده ها سال قبل در مورد کمرنگ ساختن تبعیض نژادی در امریکا ایجاد گردید، اکنون درد می گردد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن. مقامات در چین میگویند که یک زلزله که شدت آن به معیار رکتر 5.9 درد شده است، به روز شنبه در جنوب غرب چین حس شد. این زلزله باعث لغزش زمین در این مناطق و کشته شدن حداقل 1 تن و مجروح شدن بیش از 24 تن دیگر شده است. طبق گزارش های شینوا، قربانیان سیاحینی بودند که در 3 بس سفر میکردند و بر اثر لغزش زمین در یک جاده در ولایت یونان در میان گلولای گیر ماندند. مقامات گفتند که این زلزله در سرتاسر چین و چند ولایت دیگر نیز حس شده است. مقامات ولایتی برای انتقال امداد و رسیدگی به قربانیان به محل اعزام شدند. این در حالی است که طبق گزارش این روزنامه، یک زلزله دیگر نیز در ولایت سشوان به روز چهارشنبه به وقوع پیوست. و از ایالات متحده، مامورین اطفائیه در ایالت کالیفرنیا ایالات متحده میگویند که در مبارزه با حریقی که پارک ملی آن محل را تهدید میکند دستاوردهایی داشتند. این مامورین بیان داشتند که سرد شدن هوا در طول شب و افزایش رطوبت با آنها برای تحت کنترل آوردن حداقل 1/3 این حریق که در گوشه ای از پارک ملی یوسمیت به وقوع پیوست کمک کرد.
حدود 5000 مامور اطفائیه دو هفته است که برای خاموش ساختن این حریق کوشش می‌کنند که بر اثر آن حداقل 100 خانه، دکان و دیگر عمارت‌ها در محل تخریب شده است. اداره جنگلات ایالات متحده بیان می‌نماید که انتظار می‌رود ماموریت اطفائیه این حریق را تا 20 ماه سپتامبر عیار سازد. با گزارش ورزشی از افغانستان توجه کنید. در کابل دور دوم مسابقات والیبال ساحلی خاتمه یافت. فدراسیون والیبال ساحلی افغانستان بیان می‌دارد که در این مسابقه 4 بازیکن برتر انتخاب شده است. بازیکنان نیز بیان می‌دارند که در جریان این مسابقه بیشتر در مورد این ورزش آموخته و تجربه به دست آوردند و قرار است مسابقه دیگری از این نوع در میان تیم‌های ولایت مختلف در آینده نزدیک در شهر کابل دایر گردد. مسابقات بسیار خوب بود به خاطر تشویق جوانان و تجارب زیاد کسب کردیم. به خاطر مسابقات تیم‌ها بسیار قوی بودند و توانستیم مقام اول بگیریم و در مسابقات خارجی اشتراک کنیم. والیبال ساحلی در طول 2 گذشته در افغانستان مروج شده است و در ولایت کابل، هرات، بلخ، خوست، جوزجان و لغمان تیم‌های این ورزش ایجاد گردیده است. و حال نظر می اندازیم بر دیگر اخبار جهان، اخبار جالب و دیدنی از همکارم خدیجه الکوزی. ایتوپیا. یک معلم در پایتخت ایتوپیا برای شاگردان خندیدن را آموزش می دهد و خنده را یکی از بهترین روش های مفید تداوی برای صحت و سلامتی می داند. وای خنده از ته دل را که روحیه انسان را شاد می سازد در زندگی و کارهای روزمره مؤثر می شمارد. چون این روش های آموزشی اتا در بهبود مهدادین مواد مخدر نیز کمک می رساند. یمن. تایی یک جشنواره تابستانی در سنا پایتخت یمن برگزاری نمایشات فرهنگی آن کشور سازماندهی شده بود که توجه تعداد زیاد مردم را جلب نموده بود. سیاحین در این جشنواره با نمایشات موسیقی، رقص، آثار فرهنگی، نمایشات ورزشی و مهارت‌های دیگر از فرهنگ مردم این کشور آشنایی یافته و از سوی دیگر فروشات صنایع دستی و این نمایشات وضعیت امن در منطقه را بازگو می‌نمود. هایتی. تعداد از ورزشکاران رقص‌های روی یخ را در یک استادیوم ورزشی بسکتبال در مرکز شهر هایتی به نمایش گذاشتند که توجه تماشاگران زیاد را جلب نموده و از دیدن چنین نمایشات لذت می‌بردند. چند قبل یک زلزله مهلک در برخی از مناطق این کشور خسارات زیادی را بر جا گذاشت که اکنون مردمان سعی می‌ورزند با نمایشات و سرگرمی‌های گوناگون توجه سیاحین را در منطقه جلب نمایند. روسیه. حدود 1657 نفر در یک مسابقه دوش در تعطیلات هفته در مسکو شرکت ورزیده و با پاشیدن رنگ بر روی آنها از این سرگرمی لذت بیشتر بردند. دوینده ها مسیر 5 کیلومتر را با پاشیدن رنگ خوشحالی و سرور پیموده و دوش همراه با سرگرمی های دیگر را برای صحت و سلامتی مفید ارزیابی می نمودند. سازمان دهندگان پول این مسابقه را برای کمک مرکز حمایت از خانواده های بی‌بضاعت برنامه ریزی نموده بودند. با این گزارش در ختم بخش داری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. امیدواریم شرکت در تبادل نظر برای 1 ساعت بعد از ختم برنامه را در صفحه فیسبوک، شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا و همراهی ما را در نیم ساعت بعدی برنامه به زبان پشتو فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.